جمهوری خواهان با تفاوت اندک اکثریت کرسی مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دورهی ماه نوامبر به دست آوردند و قدرت دموکرات ها را که هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست داشتند کاهش دادند اما گروه متشکل از 20 تن از تندروان به جای اقدام سری روی اولویت هایشان آغاز کار مجلس نمایندگان را به تعویق انداختند در نهایت پس از پانزه بار رایگیری کوین مکارتی با عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. <applause> نگرانی در مورد رهبری مکارتی این است که او مجبور به تعهدات زیاد شد تا به این نقطه برسد و سخنگو شود. اما سوال این است که آیا این تعهدات واقعا قدرت او را به عنوان سخنگو تضعیف می کند یا خیر؟ خانم می میگوید اتخاذ تصامیم روی مسائل مختلف برای مکارتی میتواند جنجال برانگیز باشد. کوین so مکارتی McCarthy... باید برای یک سلسله از موضوعات در طول دوره رهبری خود تصمیم بگیرد. آیا به مطالبات گروه های آزادی خواه عمل کند یا سعی کند راه برای سازش با دموکرات های میانه رو بیابد که هر دو موضوع خطرناک است و میتوانند توانایی او را در حفظ قدرتش حتی برای یک دوره کامل به خطر بیندازد. گلسپی اضافه می کند که رابطه مکارتی با دانالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا پرخطر اما هنوز قوی است و می تواند برای مکارتی در دراز مدت یک پیشنهاد پرخطر باشد. مکارتی مایل به تغییر شکل به سمت سیاست ترامپ بود و به نظر می رسید سیاست ترامپ چیزی است که او را در این موقعیت نگه می دارد اما این اتفاق در حال رخ می دهد که ممکن است نفوذ ترامپ در سراسر حزب کم شود. افرادی هستند که مایلند در شرایطی که ترامپ اکنون درگیر است از او فاصله گیرند. از جانب دیگر بزرگترین آزمون برای مجلس نمایندگان در ماهای آینده رسیدگی به سقف قروز یک تریلیون دلاری فدرال است که انتظار می رود صندوق خزاین ایالات متحده در اواخر سال جاری با آن برسد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.